در سال 2011 میلادی، اعتراضات مردمی در کشور سوریه با مداخله خارجی، تبلیغات رسانه‌ای و مسلح شدن برخی گروه‌های مخالف حکومت مرکزی منجر به جنگ داخلی و برهم خوردن امنیت و آوارگی هزاران نفر از مردم سوریه شد. پس از تداوم درگیری‌های داخلی در سال 2013 میلادی، داعش با پرچم اسلام، شعار آزادی و رفاه وارد سرزمین سوریه شد. برخی از مردم به دنبال رهایی از ناامنی و دستیابی به آزادی با داعش همراهی کردند. داعش پس از استقرار پرده از چهره تکفیری خود برانداخته و قوانین ظالمانه و غیر انسانی خود را حاکم می‌کند. چه خبره؟ صدا رو نمی‌شنوی؟ صدای چیه؟ داعش داره شهر رو میگیره. سرباز بازم از آقا بچه ها داره. کمی خورده ایم. سرباز زخمی شده. قیس! دردی حس میکنی؟ نه، حالم خوبه. کجا بودی؟ چطوری اومدن تو؟ قربان به خدا ندیدمشون، چادر سر کرده بودن. من نگران خواهرم هم. کارمون داری؟ حالا با اینه چی کار میکنه؟ نمیدونم، بابام میگفت میفروشنش. بابام چی شده؟ تعارف نکنین، محفل بیاد. چرا آتیش روشن کردی؟ خیلی چوب درد سوال داره. خفه میشین اینجا؟ خفه نمیشین، هوا سرده. سرد کوپه تو راه. اینجا کجاست؟ ما رو بردی چششو نمیدونم. سرد گفت اینجا اون مردا ببینین بهتره. عجب جای ترسناکیه این تو فیلم ها. هتل از این بهتر نبود؟ بابا اینجا هیچ کی ما رو نمیبینه، شک هم نمیکنه. ابو صهیب که میگفت رو جگر بذارین لطفاً. نکنه بیرون وایساده. نگران نباش نمکتون. او چقدر جدی؟ سینمایی یا سریال؟ شوخی کردی؟ اینجا؟ داره میاد؟
سلام علیکم شیخ ابو سهر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادرها جمع شدن، منتظرم با شما آشنا بشن. آشنا بشن؟ خوب گوش کنید، آموزش های دولت خلافت واضح است و بر شما واجب که با آنها متعهد باشید. هر که مخالفت کند کشته خواهد شد. فهمیدید؟ فهمیدید. بله بله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تو میدونی برای چی اومدی اینجا؟ حتما میدونه. پیوستن به تشکیلات دولت خلافت برگشت نداره. اگه زمانی به هر دلیلی پشیمون بشی، مطمئن باش به های پشیمونیت خونت خواهد بود. من براندازی این حکومت ظالم، اجرای قوانین شرعی و کشتن مخالفان دولت خلافت رو میخوام. برادر عدنان، میبریمت پیش قاضی شهر که قسم یاد کنی. بفرما. بابا هنوز نپوشیدین؟ چی رو بپوشین؟ رنگ دیگه نداری چندشه؟ نکنه میخواین امیر سرتون رو ببره؟ با ضمانت خودم شما رو آوردم. اگه با ضمانت توه باشه میپوشیم، خیاری نیست. بس یالا دیگه. باشه، اما یه سوال، کی قرارداد امضا میکنی؟ تو حالا بپوش بعدا نفذ. باشه بابا، دعوا نداریم که. میگم این دولت خلافت پاسپورت هم میده که از کشور خارج. همه چی ردیفه، تو فقط بپوش. اگه هلند بتونیم بریم که دیگه ردیفه. بابا بجون بین وقت نداریم. بچه ها معطل نکنیم، اینا جواز سفره. بپوشیم بپوشیم. باید واسه پاسپورت عکس بگیرم. عاشقتم. تیراندازی تو خونه رو بریم ببینیم نشونه ها رو چجوری زده. اینش خوبه. همه رو لح کردن. خب بیا ببینیم. بهش تیراندازی کنیم. همون تک کسی بایسا. بایسا. نه 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 نه. آه قلبم. آه قلبم درد گرفت. چه شوخیه. چه کاریه. این چه شوخیه مسخره یه. خودت شروع کردی. در مورد پیوستن به دولت خلافت بهشون اطمینان دادن. نماز میخوانند.
بله، مخصوصا روزهای جمعه. فقط روزهای جمعه؟ نه، بعضی هاشون همیشه میخونن. از شرایط مهم پیوستن به دولت خلافت این است که بر همه واجب است به مناسک اهتمام داشته باشند تا فردا هیچ دشمنی از طرف مردان معتقد برایشان ایجاد نشود و در آخرت هم رستگار بشوند. خوب گوش کن، بهایش از طرف خداوند عزوجل در آن دنیا و از طرف دولت خلافت در این دنیا نصیبتان خواهد شد و واضح است اگر خلافی از آنها سر بزند چه عاقبتی دارد. تو میدانی؟ بله، میدونم. از کسانی را که به قوانین ما احترام میگذارند و انسانهای مطیع هستند به ما وصل کن، اما بعد از ورود سرپیچی از قوانین یعنی جدا شدن سر از تن. من جوانایی را انتخاب کردم که بهشون اطمینان دارم. فقط چی برادر سعد؟ میترسم به طمع پول وارد شده باشن. نگران این مسئله نباش، ما حقانیت خودمان را به ایشان ثابت میکنیم و کاری میکنیم بفهمند مال دنیا بیارزش است. اما کسی که قانع نشود همان جوری که گفتیم مجازات خواهد شد. انشاءالله شیخ. رازداری هم جزء اصولی است که باید یاد بگیرید. خداحافظ برادر سعد. خداحافظ شما ابو صهیب. الو الو سلام عزیزم، تو کجایی؟ سلام عدنان، من نزدیکای مقرم. یه ماشین داعشی دنبالم کرد ولی تونستم یه جوری فرار کنم. تو خوبی؟ آره، ولی وضعیت شهر خیلی بحرانیه. اینجا هم حمله کردن، حملهشون رو دفع کردیم ولی پادی و رامی شهید شدن. چی؟ تو چی داری میگی؟ باشه باشه، من دوباره میگیرمت. الو سارا. الو ریما، داعش. نه نه، اصلا نترس. نمیدونم باید چی کار کنم. سارا نترس. نمیدونم چطوری باید دوستا رو کنترل کنم. همش چند ساعته، حل میشه. زود خودتون رو برسون. باشه، دوباره بهت زنگ میزنم. چه به سلامتی؟ دخترم دعوتنامه فرستاده از کانادا، موافقت هم شده. به اتفاق میریم اونجا تا آبا از آسیا بیفته ایشان. نتونستم از شهر خارج بشم.
بعدن توزید. خوب گوش کنید، کسی بدون فرمان من حرکت نمی کنه. اینجا من دستور میدم. چشم قربان. این قربان قربان هم دیگه نمیخوام بشنم. شما از این به بعد میگین برادر. در دولت خلافت همه ما برادر. چشم برادر. درست وایسا برادر اولاق. همه تون خوب گوش کنین، ما در دوره جدیدی هستیم. دوره جدید. در دولت خلافت ما زندان نداریم. من فوراً دستور اعدام میدم و هر کسی از دستورات سرپیچی کنه میفرستمش پیش قاضی شرعی. کمترین مجازات سربریدنه. فهمیدیم برادر، قوانین دولت خلافت رو هممون میدونیم. ساکت شو، حواس دوستاتو پرت نکن. کسی سوالی داره؟ جلسه بعد راجع به بهشت و حوریای بهشتی صحبت میکنیم. چرا گیر باشدن داشت میزده؟ ملش کن بابا، ملش کن. این بور رویا دیوانه چی رو میشه؟ کم بودش نبه تماس گرفتم دخترم. مامان الان نمیتونم حرف بزنم، تماس میگیرم. گوشیو بده. دخترم چی شده؟ بابا نگران من نباشین، خوبم. از خونه خارج نشین تا من عدنان بیم دنبالتون، از جاتون تکون نخورین. عزیزم تو نگران ما نباش. باشه بابا، الان نمیتونم زیاد صحبت کنم. باشه ریما، 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 خیلی مواظب خودت باش. حتما بابا، حتما. فعلا. سلام عزیزم، کجایی؟ پس چرا نیومدی؟ سری خودتو برسون مغر. الان که از درمش بخواست بگیرم خودت باید توضیح بدی. سلام عزیزم، از کجا میشناسیش؟ کیه؟ آزه دو هفته است اومده اینجا، ازش چی میگی؟ من نمیذارم آینده تو با یه آدم بی خود تباه کنم. سرمردی ما بود. آره خودش بود. برید دنبالش. برید دنبالش. برید. بیمارستان مرکزی شهر. Thank you.
آخ شده یه سن زدتش سنی بری بگیریدش بری من تاکسی بیارم منتظر چی هستی موتورت کو سربان ریما موتورم رو برد بی ارزه یه حیفنون اولاق بی لیاقت حقشو بدم لطو پارت کنن دیدی از کدوم بر رفت؟ بله از این طرف رفت سوار شو اومدم بابا خیر انشالله چیه این وقت شبی؟ از شر شماها شب و روز ما یکی شده یا خودت شر میریزی یا اون پسرکت چیه؟ چی شده؟ پسر من اوده هیچی پسر علافه تو خیابونا وله 4 ساعته نمیخوای ببینی کجاست نمیخوای بفهمی چی کار میکنه بزن زنگ بزن ببینم کجاست چه میدونم حتما رفتن ببینن چه خبره دیگه چی رو ببینی چی رو به اونا چه به صد اوده چه یالا بزن ببینیم کجاست بگو چی کارشون داری آخی نفهمیدم ایش الو خیره بابا سعد بدش من الو سلام ام اودی گوشیو بده اودی والا اودی با من نیست با شادی رفت با موتور خودت کجایی؟ داریم دنبالش میگردیم کجا؟ تو خیابونا بگو اودی کجاست نمیدونم الان کجاست گوشیو میدین به بابام لطفاً بهش بگو واقعا اگه مرده برگرده خونه بگیر پسر علافت باید کار داره الو بابا الو قطع شد دیگه ای که ناسلشون قطع شه الو سلام مامان سلام عزیزم خبرهای بدی شنیدیم ای خدا به این سرعت خبرها به شما رسید بابا تو خوبی؟ شنیدم اونجا اتفاقاتی افتاده تیراندازی انفجار ساره؟ آره ارتش داره از شهر دفاع میکنه چی؟ مگه وارد شهر شدن؟ پس انگار جنگ شده بابا نگران نباشی من خوبم ساره به ما حق بده که نگرانت باشیم راستی دوستت ریما کجاست چی شد؟ کجاست؟ فرار کرد کجا فرار کرد؟ چجوری یه دختر از دستتون در میره؟ ما یو گمش کردیم کجا گمش کردین؟ اینجا تو شهر یا بیرون شهر؟ تو شهر بله تو شهر تو شهر کجای شهر؟ همینجا جنوب شهر آره جنوب فکر کردیم من خرم کجای شهر دقیقا کدوم نقطه؟ یه خیابون پایین تر یهو با موتور قیب شد یعنی اینجوری گوش کنین
میرین دنبالش میگردین. همه تون با هم نه، پخش میشین. هر کسی هم پیداش کرد $150 بهش میدن. به شرفت قسم؟ اولا قسم خوردن به غیر خدا حرامه. یالا دیگه سری برین پخشین. شق ترسن $50 کدومه بریم؟ $150 اون بریم باشه. اون طرف ها با دقت میگردین، این طرف هم همینطور. برادر آن بپیش ابو زبیر. آره بیارش پایین. باشه. مصاب از این پیروزی فیلم بگی. الو عدنان، ظاهر میپرسه که برمیگردی مرکز. یکی دو ساعت دیگه میام. ظاهر میگه همین الان میام. باشه بگو دارم میام. چرا مقر رو ول کردی رفتی؟ یکی از فرمانده‌هاشون هنوز فراریه. کار تو چیز دیگه یه، بفهم. کی به شهر مسلط میشیم؟ هر وقت بخواین. فارس چچنیا کی میرسن؟ حد اکثر تا 10 روز دیگه. خوبه عدنان، از فرودگاه چه خبر؟ من که قبل از ورودتون همه اطلاعات رو براتون فرستاده بودم. آها، پس چرا از روستای کنار فرودگاه چی نگفته بودی؟ منظورتون چیه؟ مگه قرار بود نقشه منطقه رو براتون بکشم؟ آها، فقط این که یه فرودگاه اینجا. این چه طرز حرف زدنه؟ این بحث رو ببندین. تا فردا اطلاعات دقیق روستا رو میخوام. چشم. فارس میخوام نیرو جمع کنی. تمرین و آموزش آنچنانی هم نمیخوان، تو میدون جنگیات میگیرن. امر شماست. ابو زبیر. آره. بیمارستان باید سقوط کنه. یه نقشه میخوام. نقشه موجوده. مشورت عدنان لازمه، چون منطقه رو خوب میشناسه. مقر چی؟ باش چیکار کنیم؟ مقر روستای هومه شهر نزدیک فرودگاه. باشن کنار هم بهاران. الهی الهی بچه هاشان سالم و صالح به دوران. الهی انشاءالله خدا برکت دهد بر زندگیشان. عروسی گل و بلبل مبارک. مبارک سرود
عشقشان خانده چکاوک مبارک، به حق سوره طه و یاسین مبارک، روی زندگیشان گرم و رنگی. همیشه آرزون بود تو لباس دامادی ببینمش. الهی شکر. به خیر بگذر یارم، باید مسلح بشیم. به پا بذاریم ورودی روستا. من و هاشم میریم ورودی جنوبی رو پوشش میدیم. تمام، به ابو جواد و بچه‌هاش بگو ورودی شرقی نگهبانی بدن. منم با گروپ ها ورودی های شمالی و غربی روستا رو پوشش میدیم. یالا یالا بی خبرم نذاریم. باشه، سری بریم. علی بریم. بریم. میدونم، فکر کردی ما نمیفهمیم. الان به جنگیدن ما نیاز نیست، هنوز نوبتمون نشده، به موقعش هممون میجنگیم. بیا قربونت برم، بیا عزیز دلم، بریم عروس کنم. چته چخه چته چخه، دارین چی کار میکنین؟ چشه این اولاق میدوه؟ خاطر شما اومدم. چرا؟ نگهبانی اینجا امشب با ماست. حالا چی شده مگه؟ روشن کردن آتیش ممنوعه. آتیش چیش ممنوعه آخه؟ ای بابا، اومدیم یه چایی بخوریم، اینجا خیلی سرده. آتیش ممنوعه، دل به کار نمیدی چون واسه دلار اومدی. چه میدونستم باید تیر اندازی کنیم و نگهبانی بدیم. آره این کار مصیبتش زیاده. خب ما گذشتمون زیاد. خلاص ممنوعه، خاموشش میکنم. برامون اینجوری حرف در میارم. او بره. چه سرمایه چندشیه؟ این نور چیه؟ ماشینه. این ماشین سرنگهبانه. یعنی چی؟ چی حالا؟ یعنی اگه ما رو تو این وضع ببینه نابودمون میکنه. حالا باید چی کار کنی؟ اصلا همو بده برم سر پستم. زود باش، زود باش. آخرش ما رو مثل خودشون دیدوی میکنه. آفرین، برین محل پست من که همینجاست. خیلی خنگولینا. جای مخفی برو، جو برو. اومدی ریمای مامان؟ ما اومدیم خدمتتون عرض کنیم که اگر لازمه همه اهالی روستا مسلح بشن. حقیقتش قربان، تعدادی از اهالی روستا اسلحه دارن. شهر سقوط کرد. سرکل پیسون جانیش سعی کردن ترورش. حتما خیانت. واسه قضیه چیه؟ کارگرتون دیروز میگفت برق قطعه، الان که موتور برق داریم. موتور برق؟ همکارتون گفت ندارین که. چی؟ بچه‌م مریضه. والا بچه‌تون نپرسیدم. مجبور بودم، بهتر از گیر افتادن تو چنگ اون وحشیاست. یه زن است باید بگیرن. مشتاقان نفوذ میکنن، هر چقدر نیرو امکانات داشته باشیم میفاید از چون نفوذی دارن. بابات میگفت همه‌شون رو میکشن. نه اشتباه کرد. تو هیچ حمله ای اولین نفر میتونی بیای؟ اومیدون رسیدی به امزنگ. یارم علی و سالم برگردون پیش. بله جابر رو میشناسم، آدم به نچسبی اون تو عمرم ندیدم. دیدمت.
کار فرصا ببینم میکم فرصا عجله نکن وصارت أيده يلي بيقوه استشهده زلزل عرش لا تقبل وان ما الكفر مكرورا نرمي المدى عصب اللهم أرض الغضب نحن الغضب صدق الوعد فينا انجفى نسر السماء لما ارتمى غاب ومكر ليل العام السماء كمل درب خير العمل محور فتاة لبننا قاسم قصم ظهر